خیلی خیلی ها میگن، خیلی از مردم و خیلی از جوونا به ویژه در ماجراهای سال 88 و سرکوب تظاهرات خیابونی خیلی این مرسوم شد که از فدراسیون جودو و فدراسیون دیگه کاراته و اینا ورزش‌های رزمی به طور کلی دسته های سرکوب خیابانی درست میکنند. چه تجربه‌ای دارین؟ چقدر میشناسین؟ این حدود 5 دقیقه فرصت داریم در این باره صحبت کنیم، خواهش میکنم. در این باره هم خدمتتون بگم جناب فلاحتی، متاسفانه اونایی که مجبور میشن، ببینید من این نمونهش رو بگم، حالا یه خیلی کوتاه، کشتیگیرا و بوکسورا و نمیدونم تکواندوکارهایی که رفتن تو کشور آذربایجان، واقعا ببینید چه زندگی دارن. درسته همه چی پول نمیشه، ولی برای ورزشکار هم همه چی پول نیست. پول مهم، نه اینکه مهم نباشه، در درجه دومه، مهم اون افتخاراته. خب اونا الان زندگی هاشون چطوریه؟ موفقن تو جایگاه ورزشیشون، براشون ارزش قائلن. ولی وقتی که توی ایران باشی و قرار باشه که به حرف اینا بله چشم قربانگو باشی و به خواستای اینا تن بدی، خیلی مواقع مجبور میشی شما تو تظاهرات شرکت کنی، مجبورت میکنن تو نماز جماعت شرکت کنی، مجبورت میکنن تو دعاهای کمیل شرکت کنی، تو سینه زنی ها، توی هیئت ها بری، توی نمیدونم زیارت این مرقد، زیارت اون مرقد میبرنت که نمایش بدن که این بچه ها شاگردای کاراته من، این بچه شاگردای جودوی من، شاگردای تکواندوی من، همه این بچه ها، این قهرمان ها از ما هستن، حمایت میکنن ما رو. بله هستن، خیلی از جا هستن. من جایی دعوت شدم توسط یکی از دوستان اون باشگاه کاراته ای که توی خیابون دماوند تهران هم هست. آدرسش دقیق کجاست آقای نجدی؟ نفس خیابان، نفس اتوبان باقری که الان شده باقری، شهید باقری، به نام، یعنی نفس خیابان خاقانی سابق. یه باشگاه ورزشی بود قبلا، استخر قائم بود، اینجا شد به زور گرفتن، یعنی اطلاعاتی که ما جمع آوری کرده بودیم اینجا رو از صاحبش به زور و با فشار از صاحبش گرفتن، مالک شدن، کلاس کاراته تشکیل دادن، یه سبک من در آوردی از خودشون ابداع کردن و یه سبکی زدن. و حتی ما، یعنی هیچ جای دنیا ما نداریم که لباس کاراته به رنگ سبز در بیاد. لباس کاراته همه جای دنیا سفیده، لباس جودو سفیده، حالا لباس های مسابقه سفید و آبیه. یه باشگاهی برای خودشون تشکیل دادن و از همونجا اون نفرات رو وقتی که مجبورت میکنن که اطاعت کنی از دستورات اونا، گروه فشاری تشکیل دادن و چندین بارم از منم دعوت کردن که من به هیچ عنوان جواب تلفناشون رو ندادم و اصلا یعنی هیچ اقدامی نکردم و گفتم که من که خودم نمیتونم. ببینید چند نفری اونجا تمرین میدیدن به عنوان گروه فشار تو همون آدرس که شما فرمودید؟ اونجا نفراتی که یعنی به طور متوسط حساب کنین شاید نزدیک به 100 نفر اونجا تمرین میکنن تو سانسای مختلف. و زیر نظر کیان اینا؟ بنیانگذارش اونجا، بنیانگذار اون سالن کاراته کسی به نام محسن سلطانیه که خودش رئیس فدراسیون جهانی اون سبک میدونه، با اینکه جهانی وجود نداره. جهانی، رئیس فدراسیون جهانی چه رشته‌ای هستی شما؟ رشته‌ای که نهایتا مسابقاتش تو پاکستان و تو بنگلادش برگزار میشه، این میشه یه رشته جهانی، یا اگه یکی توش میگن قهرمان جهان شد. دو تا کشور، کشورهای بسیار سطح پایین مسابقه برگزار میکنن، در واقع به عنوان رشته از کاراته اینو درست مثلا درست کرده. ببینید غیر از این سلطانی که میفرمایید که حالا حتما نمیدونم از سپاه یا از هر جا هست که بله، از یعنی کسانی هستش که فوق العاده پیرو خط رهبر خودشون میدونه و با کسانی مثل حسین الله کرم و کسانی مثل سردار سلامی یه فامیلیت و دوستی خیلی دیگه. الله کرم و سردار سلامی به همون محلی که شما میفرمایید رفت آمد دارن، یعنی نظارت میکنن بر تمرین این گروه فشار؟
حمایت میکنن این گروه رو.